بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام خدمت نمازگزاران مسجد مقدس جانکران، میهمانان امام زمان علیه السلام. عرض تبریک و شادباش داریم به ساحت مقدس و نورانی حضرت ولی عصر، سال روز میلاد سراسر نور حضرت ختمی مرتبت، پیامبر گرانقدر اسلام و رئیس مذهب شیعه حضرت امام جعفر صادق علیه السلام رو. یک نکته احکامی راجع به بحث تبعیت در نماز جماعت عرض میکنم. بر همه ما واجب هست هنگامی که نماز جماعت میخونیم از امام تبعیت کنیم، یعنی نه از امام جلو بیفتیم و نه از امام خیلی عقب بیفتیم. چند ثانیه طبیعتا اگر بعد از امام اعمال و از خدمت شما که اجزاء نماز را اگر به جا بیاریم، این کار درست هست. اما یا در هیچ کجا و هیچ نوع از اجزا و شرایط نماز امکان این نیست؟ عرض میکنیم که در اذکار و اقوال نماز اشکال نداره. مثلا شما دارید تسبیحات اربعه رکعت سوم یا چهارم رو میگید، امام داره تسبیحات دوم رو میگه، شما یه مقدار زودتر گفتی دارید سومی رو میگید، اب نداره. اینجا در اذکار و اقوال جز در تکبیرت الاحرام و بعضاً طبق نظر برخی از مراجع در سلام اشکال نداره، فقط همین دو مورد استثناء شده. چرا که اگر زودتر از امام تکبیرت الاحرام بگیم که اصلا اون نماز فراداست، هنوز امام نبسته که ما بخوایم تکبیر بگیم. لذا در اذکار و اقوال اشکال نداره، اما در از خدمت شما که اجزاء نماز انسان نبایستی نه از امام جلو بیفته و نه از امام خیلی عقب بیفته. حالا بعضن سوال میکنن آقا این جلو افتادن مثلا اگر که یه ذره ما جلو بیفتیم اشکال داره؟ بله، برخی از آقایون فرمودن که این کار اگر عمدی باشه معصیت محسوب میشه و حتی برخی از مراجع معظم تعلیف فرمودن نماز انسان رو فرادا میکنه. لذا شایسته است که حتما مؤمنین هنگام خواندن نماز جماعت تبعیت از امام رو انشاءالله فراموش نفرمایند. عزیزان ما در قسمت وقف مهدوی امشب هم تشریف دارن. عزیزانی که دوست دارن در این امر خداپسندانه نامشون جزء واقفین شبستانهای در حال ساخت مسجد انشاءالله ثبت و ضبط بشه، میتونن بعد از نماز به درب یک قسمت وقف مهدوی مراجعه بفرمایند. خدا انشاءالله در فرج امام زمان تعجیل بفرماید و توفیق زندگی در دولت حضرتش رو نصیب و روزی همه ما بگرداند، به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.